اگر شما کارگری باشید که به دلیل هزار مشکل اعتراض کنید و بعد دستگیر شوید و در نهایت دادگاه شما را به 14 سال زندان محکوم کنه، چه حسی پیدا میکنید؟ میگویند این داستان اسماعیل بخشی، یک فعال کارگری در ایرانه که اگر حکمش تایید بشه ممکنه تا 7 سال در زندان بمونه. شماری دیگر از فعالان کارگری هم حکمهایی در همین حد و اندازه گرفتند. شاید بسیاری انتظار دیگری داشتند، به ویژه 6 ماه پیش که ابراهیم رئیسی از جمله با شعار مبارزه با فساد و اصلاح قوه قضاییه به ریاست آن رسید. اتفاقا یکی از ابعاد پرونده فعالان کارگری به مفاسدی برمیگردد که میگفتند ضمن خصوصی سازی رخ داده و سر به رقمهای قابل توجه زده. مبارزه با گردن کلفت‌ها در ماجرای فساد به کجا کشیده؟ چطور تا اینجا پنجه قانون گلوی این فعالان کارگری را به سختی فشرده؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از نعیمه نامجو. ساختارهای فساد زا باید در چه خرد بشه؟ قرمزی رو ما برای مبارزه با فساد برای خودمون نمی‌شناسیم. در این حرکت سلبی ما مجلس رو، دولت رو، مردم اینا رو خودمون می‌بینیم. اون حرکت مبارزه با فساد. آقایان محترم وزرا، کلاب نمایندگان مجلس، مسئولان و مدیران در همه کشور متوجه یک فسادی شدن در مجموعه خودشون. عملش اعلام نیست. اعلام برای مردم امیدآفرین نیست. اقدام برای مردم امیدآفرینه. ترجیح بند حرفهایش از زمان ریاست بر قوه قضایی مبارزه با فساد بود است. حرفهایی که خبر از موج تازه‌ای از برخورد با آنها که حکومت ایران مفسدان اقتصادی می‌خواند می‌دهد. ابراهیم رئیسی می‌گوید حکومت مطلقاً فساد را نمی‌پذیرد. حرفهایی که اگرچه این روزها شدت بیشتری پیدا کرده ولی در تاریخ جمهوری اسلامی چندان تازه به نظر نمی‌رسد. گرچه گستره دستگیری‌ها شاید حالا بیشتر از هر زمان دیگری باشد. ما اصلا اگر فرض بکنیم واقعاً آقای رئیسیش انگیزه سیاسی نداره، اومده فساد ستیزی بکنه، باز هم خیلی احتمال ضعیف است که موفقیتی برسه. به دلیل اینکه فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده و تا زمانی که بسترش وجود داره، بستر نهادی و ساختاریش وجود داره که این بستر هم برمیگرده به تجمیع قدرت و ثروت در درحال یک نهاد، یک فرد و یک عده محدود از جامعه و از شرایطی که رهبری و نهادهای زیر مجموعهش تحت نظارت نیستن، نظارت گریز هستن و حتی پاسخگویی به جایی ندارن، این زمینه رو باز میکنه برای فساد به لحاظ ساختاری. در این شرایط رئیس قوه قضاییه به عنوان یک فرد کاری نمیتونه بکنه، حتی اکثر میتونه با بخشی از مفسدان برخورد بکنه، حالا اونها رو کنار بگذارن، اما وقتی بستر و اون جنبه های نهادی و ساختاری وجود داره، مفسدان دیگری جایگزین اونها میشن. ابراهیم رئیسی با سابقه مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ناآشنا نیست. کسی که نزدیک به 4 دهه در پست‌های مختلف در قوه قضاییه فعالیت کرده و سابقه ریاست سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل را هم دارد. پارتی بازی و فساد اداری به طور جدی مردم رو رنج میده و او 6 ماه پیش جایگزین صادق لاریجانی رئیس قبلی قوه قضاییه شد. آن هم پیش از آن که دوره ریاست آقای لاریجانی کاملا تمام شود. رهبر جمهوری اسلامی در هنگام انتصابش از او خواست در مبارزه با فساد در درون قوه تردید و درنگ نکند. بعد از آن بود که علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از پاکسازی درون قوه قضاییه گفت و دستگیری هایی هم به دنبال آن انجام شد. اگر قاضی معلوم شد که صالح نیست، این نه فقط صلاحیت قضاوت نداره، صلاحیت وکالت هم نخواهد داشت. اما ابراهیم رئیسی در حالی به شهرهای مختلف ایران سفر می کند و همه جا حرف از مبارزه با فساد می زند که بعضی از انگیزه های سیاسی شخص او می گویند و بعضی هم می پرسند چرا در تمام سالهایی که در قوه قضاییه بوده کاری نکرده. او که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب حسن روحانی بود، حالا در قبای ریاست یکی از قوا کنار او و برادر صادق لاریجانی می ایستد. آن هم در شرایطی که بعضی حامیان آقای روحانی قوه قضاییه را به کارشکنی در کار دولت متهم می کنند و بازداشت های بعضی مدیران یا مقامات سابق بانک مرکزی را نمونه می آورند. شکایت و انتقادی که دولت داره به دوره صادق لاریجانی هم بر می گرده.
که به حال معتقد هستن برخوردهایی که با برخی از مدیران دولتی شده درست نبوده، پرونده سازی شده به خصوص در بانک مرکزی و اینو اعلام هم کردن، ولی قوه قضاییه خود پافشاری داره میکنه. از طرف دیگه هم دولت اعلام میکنه این نوع برخوردهایی که داره صورت میگیره، فضا سازیه که میشه، فضای کار امنیت روانی مدیران قوه مجریه رو برهم زده و تاثیر منفی بر عملکرد اونها داشته. به نظر میرسه که این از این منظر هم رئیسی میره که فشارها رو بر قوه مجریه بیشتر بکنه. اتفاقات چند ماه گذشته به اینجا خلاصه نمی شود. ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه که کارنامه حقوق بشریش زیر سوال است، از همان ابتدا با واکنش های زیادی روبرو شد. آقای رئیسی عضو کمیته تصمیم گیری درباره اعدام های زندانیان سیاسی در سال 67 بوده. فعالان حقوق بشر ایرانی گفتند به جای اینکه او در جایگاه نماینده عدالت بنشیند، خودش باید محاکمه شود. انتصاب ابراهیمی رئیسی به پست ریاست قوه قضاییه نشان داد که جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتبار و ارزشی برای قواعد حقوق بشر قائل نیست و این یک دهنکجی بزرگی بود به فعالان حقوق بشر، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نقص سیستماتیک حقوق بشر در ایران، یعنی تداوم عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی ایران در سرکوب حقوق بشر. در جمهوری اسلامی ایران اصل استقلال قضایی وجود نداره، چون رئیس قوه قضایی منصوب رهبری هست و فردی که منصوب رهبر هست ملزم و مکلف به پاسداری، دفاع و حمایت از تشکیلات رهبری و ساختار جمهوری اسلامی ایران هست. چند روز پیش بود که او گفت برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می کنند. امروز احکام سنگین فعالان هفت تپه صادر شد. در هفته های اخیر احکام سنگین دیگری هم برای فعالان مدنی و روزنامه نگاران صادر شده. پرونده قوه قضاییه ایران و نقش ریاست قوه در ساختار و تصمیم گیری هایش قطور و پیچیده است. مبارزه با فساد اقتصادی یا برخوردهای سیاسی و جناحی، مأموریت ابراهیم رئیسی هرچه باشد به نظر نمی رسد به این زودی ها به نتیجه برسد. او که هم می خواهد در داخل قوه قضاییه اصلاحات کند و هم در بیرون به مردم نشان دهد که عزمش برای برخورد با مجرمان جزم است. نعیمه نامجو، بی بی سی. پیام درفشان، وکیل دادگستری از تهران با ما هستند و همینطور محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار از پاریس فرانسه. آقای درفشان، این شش ماهی که آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه رو بر عهده گرفتند، بیشتر گریبانگیری از مفسدان اقتصادی بوده یا فشار بر فعالان کارگری؟ سوالتون دو تا بخش داره، هر دو بخشش هم خیلی گسترده است پاسخش. در بخش اولش باید عرض کنم خدمتتون که اقدامات ایشون رو باید ما یک سری مسائل رو که باهاش همپوشانی دارن و یک سری مسائل رو که همراهی دارن در نظر بگیریم و ببینیم کجا تضاد وجود داره. بحث مقوله مبارزه با فساد رو دارم عرض میکنم. ایشون وقتی که به تصدی قوه قضاییه رسیدن، به این مسئولیت رسیدن، بالعکس مدیریت سنتی معاصر ما شروع نکردن به اینکه پست‌های مدیریت میانی و حتی مدیریت عالی رو سریع جابجا بکنن. این امر برای خود ما که توی مجموعه حضور داشتیم بسیار عجیب بود و همه منتظر بودن همیشه سرپرست های مجتمع رو عوض بشن، اما نشدن. این یعنی آشنا سالاری رو با خودشون همراه خودشون نیاوردن. این یک بخش هست. بخش دیگه که سراغ اقدامات ساختاری میشه رفت، ببینید مبارزه با فساد تو هر کشوری هزینه داره، تو هر سیستمی بخواد باشه. هیچ کسی اگر سراغ مجموعه های مختلف میره، اگر انگیزه کافی نداشته باشه، عزم جزم نداشته باشه، نمیره. اینکه قضات رو ایشون اعلام کردن اخیراً که پروانه وکالت نمیتونن بگیرن، قضات متخلف رو، یک مسئله جدیدی هست و یک ساختار هستش که داره اصلاح میشه و فردگرایی نیست. قسمت دوم رو در مورد احکام سنگینی که به کرات دیده شده در ماهای اخیر علیه فعالان سیاسی، فعالان کارگری صادر شده، چه ارزیابی میشه از این بخش داشت؟ فارغ از این که طبیعتاً ما هم ابراز ناراحتی میکنیم از رویت یک همچین مسئله، اما باید توجه داشت به این مقوله که
این مسئله داخل سیستم ایران، اینکه بخواد حتی ساختار خود قوه قضاییه همگن و همگون باشه و یک پارچه باشه، به این شکل نیست. ببینید آقای رئیسی چند روز قبل در حمایت از مسائل کارگری یک صحبتی گفتن. چرا این صحبت میشه؟ یا برای اینه که صرفا یه حرفی گفته بشه، یا اینکه باید به این توجه بکنیم شعبه این مثلا مثل شعبه 15 دادگاه انقلاب یک کانون امنیتی هست، یک چرخ‌دنده هست که کنار شرخنده های دیگه روش تأثیر میذاره، اون رو بقیه تأثیر میذاره، نهادهای امنیتی، قسمتهای سیاسی، تشکیل دهنده قانون امنیتی هستش. من متوجه شدم، به نظرم اینطور میاد که منظورتون اینه که شاید در این زمینه ها بیشتر دنبال روی سیاست‌های کلی حکومت باشن. در هر صورت آقای اکبرین، اگر باز متمرکز بشیم به مسئله فساد، چقدر موضوع میتونه با یک فرد گره بخوره و تصمیم‌های او؟ میدونیم که خیلی از نقش آیت الله خامنه‌ای هم در زمین‌های مختلف حرف زده میشه. وقت شما بخیر. ببینید، من راجع به این نکته‌ای که مهمان محترم برنامه بهش اشاره کردن، از همینجا شروع بکنم برای پاسخ به شما. ابتدای تابستان امسال نخستین گفتگوی خبری آقای رئیسی رو شما مرور کنید. ایشون گفتن که من در این 110 روزی که آمدم و مشغول به کار شدم، با برخورد با 60 قاضی متخلف شروع کردم. خب در همون جلسه ایشون میگن من کاملا میخوام شفاف با مردم برخورد کنم. وقتی صحبت از حساب‌های 63 گانه قوه قضاییه میشه، میگه من قراره که سیرم سیره شفافی باشه. اون 60 قاضی متخلف کیان؟ معلوم نیست. اسمشون معلوم نیست. تخلفشون چیه؟ معلوم نیست. تو خبرها که دنبال میکنید میفهمید رشوه گرفتن. رشوه برای چی گرفتن؟ برای اینکه حکم تغییر بدن دیگه. خب این حکمی که تغییر دادن با زندگی چند نفر از مردم بازی کرده؟ چرا اسماشون رو اعلام نمی کنید؟ برای حفظ آبروشون. اون خانواده هایی که با این احکامی که بر اساس رشوه آبروشون برباد رفته، زندگیشون برباد رفته، اونا آبرو ندارن، اون قضات آبرو دارن. من می خوام بگم که ادعای برخورد با 60 قاضی متخلف که به نظرم رسید مهمان محترم برنامه بهش اشاره کردن، همونقدر غیر شفاف و باورناپذیره تا وقتی که دقیقاً معلوم نشه ماجرا چی بوده و در حد شعار باقی میمونه و در حد شوآف باقی میمونه، که ادعای رسیدگی به وضعیت کارگران. نتیجهش این میشه که شما میبینید در فاصله چند روز بعد از ادعای رسیدگی و شنیدن صدای کارگران، سنگین‌ترین احکام قضایی در خصوص اینها صادر میشه. و این نکته هم که قوه قضایی چند تیکه است و مثلا مسئولیت احکامی که بخوایم مثلا آقای رئیسی رو تبرئه کنیم از احکامی که امروز صادر شده، در روزگار شبکه‌های اجتماعی و در روزگاری که تک تک اقشار جامعه به این احکام دارن واکنش نشون میدن، این که به گوش آقای رئیسی نمیرسه یا خبر نداره، مثل همون حرفایی است که راجع به همه سران فاسد حکومت‌ها و قوا میزنن که مثلا خودشون خوبن، اطرافیانشون بدن و مثلا خبر ندارن. منظورتون این هست که در این 6 ماه اتفاق خاصی نیفتاده، در بر همون پاشنه سابق میچرخه؟ بله، به ویژه این که ما به کارنامه ایشون نگاه بکنیم دیگه. من خیلی اشاره کوتاهی بکنم به این که ایشون مثلا در این 4 دهه مهمترین پرونده هایی که راجع به ایشون گفته میشه، پرونده سال 67، 77، 88 و ماجرای کارگران 98. 67 ماجرای اعدام حداقل 2800 نفر، میگیم حداقل، آمارا بیشتره، ما برای اینکه انصاف رعایت کنیم کمترین آماری که تایید شده رو میگیریم در سال 67. در سال 77 پرونده شهردارای تهران بودن، شهردارا رو شکنجه کردن، اعتراف گرفتن. فردی که شکنجه میکرده سردار نقدی بوده، فقط به 8 ماه زندان محکوم میشه. اون 8 ماه زندان هم نمیره، زیر نظر آقای رئیسی بوده. ستاد ایشون گفت این پرونده زیر نظر آقای رئیسی بوده. سال 88 ماجرای 4000 بازداشت اعتراضات رو داریم، فاجعه کهریزک پیش میاد. آقای رئیسی وقتی ازش میپرسن، خبرنگار میپرسه از فاجعه کهریزک، میگه این مسئله‌ای در حاشیه بوده، تا میرسیم امروز با پرونده سال 98 و کارگران. آقای درفشان شما اونجا خودتون داخل کشور هستید، با پرونده‌های از این دست کم و بیش سر و کار هم دارید.
شما چی؟ شما تو این 6 ماه غیر از اون چیزهایی که اشاره کردید اگر بخوایم ملموس بکنیم در سطح کاری خودتون تغییر رو دیدید؟ توجه بفرمایید، این که ما بخوایم این مسئله رو به این شکل در نظر بگیریم که اینها فقط گفتاره، پس ما از نزدیک مثلا دستگیری آقای اکبری یا دستگیری آقای رعیت یا به زندان رفتن آقای عباسی یا تغییر یه سری قضات که نیستن الان و یا حتی یک سری شعب که حذف شدن توی دادسراها، اینها مسائل ملموسی هستش که ما به صورت عینی داریم میبینیم. یعنی این یه گفتار نیست که پشتش، الان عصری نیستش که بشه یک فرد بیاد یک همچین چیزی رو بگه و پشت سرش افکار عمومی، افراد مختلف، فعالین مدنی این رو رویت اگر نکنن بلافاصله ارائه میدن سیستم‌های خبری. نمیشه از کل اومد یک همچین ادعایی رو کرد و وجود نداشته باشه. این از این بخش. بخش دوم این که شما توجه بفرمایید کشور ایران یه موقعیت ژئوپلیتیکی داره، یک موقعیت اقتصادی خاصی داره برای خودش. حالا قوه قضاییه بخشی از یک نظام سیاسیه، ولی وقتی کشور ایران نفت محور هست، اگر بخواد این رو شیفت بکنه روی مالیات، خب این چه در زمان پهلوی باشه، چه در زمان جمهوری اسلامی باشه، چه هر حکومت دیگه سیاسی باشه، اول باید مردم اون جامعه یک همچین چیزی رو بپذیرن. ما دیدیم تو قضیه های تغییرات مالیاتی اصنافی مثل طلافروش‌ها و اخیراً مثل پزشکا واکنش نشون دادن، یعنی جامعه این آمادگی رو نداره. ما باید ببینیم تغییراتی هم که می‌خوایم ایجاد بکنیم چقدر اولا زور قوه قضاییه بهش میرسه، ثانیاً کلیت جامعه اون استعداد رو داره که داخلش این مسئله واقع بشه. اینا رو باید با واقع‌بینی در نظر گرفت. آقای اکبرین، جامعه یا حالا حاکمیت آمادگی تغییر رو نداره؟ من وضعیت مهمان محترم برنامه رو چون از تهران دارن صحبت میکنن کاملا درک میکنم و خدای نکرده صحبت من بی احترامی به ایشون نشه. منتها در نقد من باید عرض بکنم، وقتی میگیم ما قاضی متخلف برکنار کردیم، اسمش باید معلوم باشه. اگر معلوم بشه تازه معلوم میشه که چجوری برخورد کردن و چقدر صداقت داشتن، چون اون وقت سری وقتی اسم معلوم میشه همه میرن کشف میکنن، رسانه ها، خبرنگارا. و من معتقدم این عدم شفافیت معنیش این است که کاسه زیر نیم کاسه است. ایشون نام بردن از کسانی که باهاشون برخورد کردن. آقای عباسی نام بردن نداره، 24 ساعت رفته زندان اومده بیرون، بلافاصله هم رفته سخنرانی بعدیش. اینا مسئولیت دارن، شما اسم اینا رو زندان رفتن و برخورد نگذارید. ماجرای آقای رعیت و آقای طبری، احتمالا منظور ایشون بوده چون گفتن اکبری یا من نمیشناسم، هنوز ما زمان لازم داریم برای اینکه ببینیم که رسیدگی به این پرونده چی بوده. فعلا فقط بازداشت شدن، نه صدرشو میدونیم نه ذیلشو میدونیم. کارنامه آقای رئیسی رو هم نگاه میکنیم اونقدر آلوده به ملاحظات سیاسیه که تازه باید ببینیم چه نقشه سیاسی پشت بازداشت آقای رعیت خوابیده. اینا باورناپذیره به گمان من. و ضمن اینکه یک حقوقدان یا یک قاضی یا یک تحلیل قضایی نباید در نظر بگیره مسائل سیاسی و اقتصادی اطراف یک ماجرا رو. آقای رئیسی قاضی‌القضاته، تنها ترازویی که باید رفتار ایشون رو بر اساسش تحلیل کرد ترازوی حقوقی، قضایی و نص حقوقی است که ایشون موظف بهش عمل بکنه. اینکه کشور ما تو چه منطقه‌ای قرار داره، تو چه شرایطی قرار داره، مطلقاً ملاک خوبی برای تحلیل کارنامه آقای رئیسی نیست. آقای درفشان، خیلی وقتمون کمه، در حد 30 ثانیه اگر بتونید شما پاسخ بدید، چون نقد کردن آقای اکبرین فرمایشات شما رو، خیلی کوتاه لطفاً. خواهش میکنم. بله، استفاده کردیم از فرمایشات ایشون. عرضم به حضورتون طبق قانون اساسی کشور ما، رئیس قوه قضاییه و قوه قضاییه دامنه اختیاراتش چیزی فراتر از صرفاً انجام صرف قوانینه. گسترش آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، احیای حقوق عامه از قوه مجریه، قوه مقننه، از خیلی از مسائل سر در میاره و تداخل و تعامل داره با قوا، و اینها باید با همدیگه هماهنگ باشن و قوای سیاسی کنار اینها قرار بگیره تا بشه کار انجام بشه. آقای اکبرین، شما 30 ثانیه وقت دارید که جمع‌بندی بکنید. با این حساب شما امیدی به این قوه قضاییه ندارید؟ من میگم یک اتفاق از تازه امروز که نیفتاده که
ایشون 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده، بسیاری از مفاسد در زمان مسئولیت ایشون اتفاق افتاده، اگر ایشون میخواست حل کنه به عنوان معاون اول قوه قضاییه همون موقع حل میکرد. اتفاقی که در گذشته نیفتاده از این به بعد هم نخواهد افتاد و این وضعیت رو من بیشتر تبلیغات سیاسی برای آینده ایشون میدونم. ممنونم از محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار از پاریس، و همینطور پیام درفشان، وکیل دادگستری از تهران با ما.